بریم یه موضوع خیلی کوچیکی رو سریع توضیح بده. اصلا موضوع خیلی پیچیده است ولی خیلی سریع میخوام از روش رد شم. دو سه نفرم گفتم به من اینو توضیح بده. یه جاهایی هست، مثلا من یه ویو مدلی دارم، یه دونه آبجکت داره که ریپوزیتوری، من این ریپوزیتوری اومدم پرووایدش کردم، درسته؟ حالا من میخوام یه دونه چیز دیگه هم بهش پاس بدم، مثلا یوزر آیدی. این یوزر آیدی داینامیکه، یعنی چی؟ یعنی من کامپایل تایم قبل از اینکه این تولید بشه ندارمش، دسترسی بهش ندارم، باید مثلا بذارید باشه این فعلا مثلا میرم کلاس لیست اکتیویتی، وقتی دارم این ویو مدل رو میسازم اینجا اینتنت دریافت میکنم، تو اون اینتنت اون یوزر آیدی وجود داره، برای همینم نمیتونم بهش بدم. دو تا روش وجود داره، یعنی که بیاین بایند اینستنس کنین تو کامپوننتتون، وقتی دارین اینجا میسازیدش بهش اون یوزر آیدی رو بهش بدید، بگید که اینم یوزر آیدی که میخواستی، اگه خواستی ویو مدل منو بسازی اینم اون دیپندنسی که اینجا مثلا داره. ول نمیخواستم پاکش کنم، اشتباهی پاک شد. این یوزر آیدی رو من با بایند اینستنس میتونم بهش به راحتی بدم، که خب روش ساده ایه. یه روش دیگه هم وجود داره که من بیام رن این یه فکتوری بسازم. چه جوری؟ مثلا میام کلاس خیلی ساده فکتوری ایجاد میکنم، مثلا یه فانکشن کرییت بهش میدم که یه دونه پارامتر داره، یوزر آیدی، درسته؟ خروجش هم میشه لیست ویو مدل. این فکتوری من حالا اینجکت میکنم و تو گراف دگرم معرفیش میکنم دیگه، اینجوری اینجکت کانستراکتور. البته باید حواسم باشه که ریپو هم بیام پروواید کنم، یوزر ریپوزیتوری، درسته؟ این کارا هم باید بکنم تا دگر مثلا بفهمه که حالا باید چیکار کنه و از این لیست ویو مدل من یه دونه اینستنس برای من بسازه، ریپو و بعدش هم یوزر آیدی. اینم باید پرایوت ول باشه، درسته؟ خب این به راحتی اون وقت هر جا که من نیاز دارم این فکتوری، بگم فکتوری با فکتوری که دگر داره فرق می‌کنه، چون پارامتر داره. اونایی که پرووایدر لیزی فکتوری دگر هیچ کدومشون پارامتر ندارن، حواستون باشه. این کرییتش پارامتر داره، میتونید نامحدودن پارامتر برخ، چون کلاس دست خودتون. حالا من اینجا میتونم بیام فکتوریمو اینجکت کنم اینجا، به جای که این اینجوری از ویو مدل پرووایدر استفاده کنم، رو فکتوری دات کرییت بزنم. برای اینکه این مراحل ساخت این فکتوری، یعنی این فکتوری هم خودم دستی نسازم، که البته کار سختی هم نیست، من توصیه میکنم اگه 3-4 جا نیازش دارید همون دستی بسازید بره، لایبرری اضافه نکنید. ولی اگه میبینید مثلا 100 جا دارید که استفادهش میکنید که یه ذره عجیبه به نظر من، رو دیزاینتون شک کنید، یه کتابخونه وجود داره به نام اسیستد اینجکت مال جک فارتون، میتونید برید از اون با اون پیاده سازی کنید و این فکتوری رو هم خودش جنریت میکنه براتون، که حالا سخت نیست به نظر من، نیاریم اینجا بد نیست. بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی زیاد ربطی به خود دگر نداره، ولی معمولا من دیدم اینجوری پیاده سازی میشه. برگردیم به اول، به برنچ قبلی، برنچ همون حفظ نکردم. دگر اپ، ببینید ما برای اینکه این اپ کامپوننت رو، خب ما این اپ کامپوننت تو کلاس اپلیکیشن پرووایدش کردیم دیگه، درسته؟ یعنی ساختیمش، ببخشید، ساختش تو کلاس اپلیکیشن داره اتفاق میفته، ولی من توی مثلا مین اکتیویتی هم بهش نیاز دارم، درسته؟ اینجا اومدم ازش استفاده کردم، درست؟ خب من برای اینکه این مین اکتیویتی به این اپ کامپوننت دسترسی داشته باشم، اومدم گفتم که یه آبجکت استاتیک توی اپ کامپوننت برای من بساز، نگه دار این آبجکت رو تو کامپانیون آبجکت، هر وقت خواستم استاتیک میذارم اکسس بهش، استاتیکلی اکسس بهش پیدا میکنم. اینا رو اینجوری لغتای انگلیسی میگن، نه برای اینکه انگلیسی فارسیم نمیاد، به خاطر اینکه برید سرچ کنید اگه دوست داشتی. این کامپوننت الان استاتیک اکسسور اصطلاحاً روی دگر اپ، این بده، استاتیک اکسسور کلن چیز بدیه، نکنید این کارو. اگه اولش هم دقت کرده باشید گفتن گلوبال استیت، استاتیک اکسسور دومین چیز بدیه که میتونید توی پروژهتون وارد کنید، تا جایی که میتونید دورش کنید. حتی کلاسایی که فانکشنای استاتیک دارن و خودتون مینویسید و توش کارهای عجیب غریبی میکنن هم سعی کنید اینجکتشون کنید. این دگر اومده برای این کار. خب حالا ما این چجوری حلش کنیم؟ اول بگم که این با دگر حل نمیشه، چون خارج از کنترل دگره. راه داره با دگر حل بشه، ولی نرید سراغش، خونریزیش خیلی بیشتر از ساده سازیشه. خیلی ساده، شما میتونید بیاد یه اینترفیس تعریف کنید به نام App Component Provider،
به راحتی. اپ کامپوننت پرووایدر می‌نویسید، یه فانکشن داره به نام پرووید اپ کامپوننت، خیلی ساده. کجا این ایمپلیمنتش می‌کنی؟ کلاس اپلیکیشن هم. کلاس اپلیکیشن هم میاد اینو پرووایدش می‌کنه، یه فانکشن داش اوررایدش می‌کنه. این اپ کامپوننتی که به صورت غیر استاتیک نگهداری میشه رو برای من ریترن می‌کنه. همین ساده تموم شده. حالا اون مین اکتیویتی چجوری میتونه بهش دسترسی داشته باشه؟ مین اکتیویتی میتونه بیاد اپلیکیشن کانتکست رو بگیره که در واقع همون کلاس اپلیکیشن ماه، کستش کنه به اپلیکیشن پرووایدر و اون فانکشن رو روش به راحتی کال کنه. اینجوری من میتونم حتی توی تست یا توی حتی ماژولم اگه بخوام عوض کنم، کل اپلیکیشن رو بخوام دوباره بنویسم، نیازی نیست بیام تک تک جاهای این استاتیک رو عوض کنم. و اگه بخوام ماژول رایز کنم دیگه رسما شما دسترسی به کلاس اپلیکیشنتون نداری، مجبورید این کارو بکنید، ناخودآگاه مجبورید این کارو بکنید. پس سعی کنید استاتیک اکسسور نداشته باشید، این مشکلاتی که گفتم رو برطرف میکنه. میتونید کلاس اپلیکیشنتون رو به راحتی عوض کنید، چه توی تست چه توی ماژول هاتون. اینم بگم که خب حالا برای اینکه خوشگل ترش هم بکنم، من اومدم نشستم یه چند تا extension function نوشتم که این دیگه توانایی کاتلین، باز ربطی به دگر نداره، که همینجوری اومدم find app component زدم. اگر navigation کتابخونه navigation استفاده کرده باشید خیلی شبیه اون. و برای چند تا دیگه هم تعریفش کردم، برای fragment هم، برای view هم، هم اومدم اینو نوشتم. این هم نکته داشته باشید. بریم سراغ اولین چیزی که من با شروع این ارائه گفتم، بریم سراغ این که حالا وقتشه که ما اینو بتره کنیمش. این کلاس اپلیکیشن کامپوننتی که داریم یا اپ کامپوننتی که اینجا تعریف کردیم رو خوردش کنیم به کامپوننت های کوچیکتر یا به چیزهای کوچیکتر. چجوری میتونیم این کارو بکنیم؟ بیایم اینا رو حذفش کنیم و برای هر کدومشون کامپوننت جدایی بنویسیم. بعضیا میگن سخت زیاده، باشه، بر اساس فیچر بیاید یه دونه کامپوننت بسازید. چرا اصرار میکنم اینو خوردش کنی؟ چون وقتی خورد میشه تستتون راحت میشه. من اگه بخوام تست کنم بعد بیام تمام دیپندنسی هایی که این مثلا میخوام مین اکتیویتی رو من اسپرسو تست براش بنویسم، بعد بیام تمام دیپندنسی های لیست اکتیویتی رو هم پروواید کنم، در صورتی که اصلا من به لیست اکتیویتی کاری ندارم. دو اینکه اگه بخواید ماژولارایز کنین پروژهتون رو، به شدت کارتون سخت میکنه. نمیگم نمیشه، میشه، ولی کد کثیف‌تر میشه و این کلاس اپ کامپوننت فقط گنده‌تر میشه. و شاید اصلا اونجا دیگه نتونید اصلا تست بنویسید. اینجا میشه تست بنویسید، سخت بود، ولی اونجا دیگه فکر کنم اصلا نمیتونید تست بنویسید. حالا بستگی داره، باز دقیقا من تو ذهنم نیست که اون چه جوری میشه، ولی من توصیه میکنم حداقل بر اساس اسکرین بیاید تست کامپوننت بسازید. یعنی مثلا یه مین کامپوننت داشته باشید، لیست اکتیویتی، لیست کامپوننت داشته باشید و و و و، یا اگه نمیتونید دیگه حد اکثر بر اساس هر فیچرتون یه دونه کامپوننت تعریف کنید. که حالا من اومدم یه چند تا کامپوننت تعریف کردم. آخر بحثمونه، اگر سوالی هست میتونید بپرسید، میگن به من. من اومدم چند تا کامپوننت تعریف کردم، بریم کامپوننت ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، کامپوننت دیپندنسی ها رو ببینیم چه جوری کار میکنن. برای لیست اکتیویتی اومدم لیست کامپوننت رو ایجاد کردم، اضافات رو از این بالا برداریم، خوشگل و تمیز شه. لیست کامپوننت رو ایجاد کردم که تنها چیزی که داره پروواید میکنه یه لیست ویو مدل، اصلا ماژول نداره. چرا؟ چون تمام نیازهایی که داره رو با دیپندنسیش برطرف میکنه. حالا بعد دیپندنسیش رو یه چند ثانیه جلوتر توضیح میدم. اگه نگاه کنید فقط یه دونه اینجکشن پوینت داره که همون لیست اکتیویتیه و به این صورت. حالا میریم یه دونه دیگه هم ببینیم، کامپوننت اگه سرچ کنم باید مین کامپوننت هم بیاره. اینجا باز میبینیم که اصلا همون هم نیاز نداشته، یعنی همون پرووایدی هم که من نوشتم باز نیاز نبوده، حتی همه رو اومده از همون دیپندنسیش پرووایید کرد، یعنی کار سختی نیست اصلا. و آخریش هم که بیایم ببینیم نتورک یوزرز، که حالا این استثنا خودش ماژول داره. ماژولش چیه؟ ماژولش اومده یوزر API رو پرووایید کرده. گفتم بر اساس فیچر بیاین این کارو بکنین یا بر اساس کامپوننت این کارو بکنین. این عمل باعث میشه که API هاتون، حالا کلاس های سرویستون، مربوط به همون فیچر بشه. یه جورایی داریم کوچیک کوچیک جزیره ایش میکنیم که بعداً به ماژولارایز کردن پروژه خیلی کمک کنه، اگر نیاز داشتید. ماژولارایز کردن برای همه نیست، ولی خب این خیلی کمک میکنه. کف کردم رسما.
پس اینجوری اومدیم کامپوننت های مختلف ساختیم. حالا چجوری دیپندنسی تعریف میشه؟ همه این کامپوننت هایی که دیدید همشون به اپ کامپوننت دیپندنسی داشتن و نیاز داشتن که ما اپ کامپوننت رو بهشون بدیم. چرا؟ چون مثلا من این نتورک یوزر ماجول رتروفید میخواد برای اینکه بتونه این یوزر API رو پروواید کنه. خب من اگه دقت کنین این ماجول رو فقط همین یه دونه این کامپوننت فقط همین یه دونه ماجول رو داره. ماجول دیگه‌ای بهش ندادم. پس اون رتروفید رو از کجا باید بیاره؟ از این اپ کامپوننت باید بیاره. از این اپ کامپوننت میاره. یعنی میبینید که من اینجا اومدم رتروفید رو پروواید کنم. حواستون باشه که پروواید کردن یه چیزی تو ماجول کافی نیست. حتما تو بدنه خود کامپوننت هم باید بهش بگید که آقا این کامپوننت خروجیاش ایناست یا اینترفیساش ایناست. این موارد رو پروواید میکنم. نکته آخر اینه که ببینید این کلاس اپ کامپوننت هم الان دیگه هیچی توش نیست، فقط یه دونه اینجکشن پوینت داره که دگر اپه و بقیهش فقط دیگه تمام چیزهایی که در سطح اپلیکیشن اومده پروواید شد. یه ذره راجع به این سطح اپلیکیشن صحبت کنیم. اپلیکیشن کامپوننتی که من اینجا درست کردم توی دگر اپ نگهداری میشه، یعنی تو کلاس اپلیکیشن، یعنی بزرگترین کامپوننتی که میتونم من داشته باشم، همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن و هر دیپندنسی که در سطح اپلیکیشنه، مثلا کلاس سرویسی که یکی از مثلا اکتیویتی های من بهش نیاز داره واقعا در سطح اپلیکیشن نیست. یه چیزی مثل OKHTTP در سطح اپلیکیشنه، یه چیزی مثل دیتابیس در سطح اپلیکیشنه که من اینجا دیتابیسم رو همچنان دیتابیس ماژول رو همچنان برای کلاس اپ کامپوننت نگه داشتم. درسته؟ پس بدونید چیا رو دارید جابجا میکنید. یهو همه چیزو نیارید توی یکی از کامپوننت های پایینی نگه دارید. مثلا لیست اکتیویتی اومده، اگر من بتونم اینو بیارم خیلی خوب میشه. لیست کامپوننت اومده فقط لیست ویو مدل رو پروواید کرد، دیگه به ریپوزیتوری نیاز نداره. اینجا ریپوزیتوری در سطح اپلیکیشن توصیف شده و باید تو اون سطح باشه. یه دقتی هم کنید، من هم بالای همه اینا اومدم اکتیویتی اسکوپ زدم. درسته؟ چرا چرا مجبور بودم اسکوپ بزنم؟ با اینکه حتی اسکوپ هم نیاز نداشتم، اگه یادتون باشه گفتم که اسکوپ نداشته باشیم. چرا اومدم؟ چون این اپ کامپوننت اسکوپ داره، دگر منم مجبور میکنه که کلاس های چایلد کامپوننت های چایلد این کامپوننت اونها هم اسکوپ داشته باشن. پس من اینجا مجبورم که این اسکوپ رو بزنم. حواستون باشه اگه ارور عجب عجب دیدید، که البته خیلی واضح توضیح میده اینا، اگه من الان این حذفش کنم واقعا خیلی خوب داره حرف میزنه این ورژن های آخر دیگه. میگه که اینجا cannot depend on a scope component، این کامپوننت نمیتونه اسکوپ داشته باشه، پس یا اسکوپش کن یا اون اسکوپ بالایی رو بردار. خب من طبیعتا اسکوپ بالایی رو نمیتونم برش دارم. بریم سراغ، خب اینم که گفتم، پس کامپوننت ها رو اومدیم شکستیم. حالا هر کامپوننتی رو میایم اینجا دونه دونه تولید میکنیم. اگه دقت کنین اینجا اومده از بیلدر خودش استفاده کردیم. من چون وقت نداشتم دیگه اومدم اینا دیفالت رها کردم، ولی ترجیحاً شمایی که مثلا این اپ کامپوننت دیپندنسی دارید، این کامپوننت رای رو میسازید که دیپندنسی دارن، یا اگه بایند اینستنس دارن خواهشن از فکتوری استفاده کنید، فکتوریش خیلی بهتره. چیزی جا نیفتاده باشه؟ خب همه رو هم که گفتم. بریم سراغ آخرین نکته ای که داریم. همه اینا که گفتم تا الان همه میتونن داشته باشن. از اینجا به بعد یه فیچریه که جدیداً مرج شده با دگر و تا الان وجود نداشته و این فیچر خیلی داغه. خیلی هارم حتی خوششون نمیاد ازش استفاده کنن، دلیلم داره، باش صحبت میکنیم. چی کار میخواییم بکنیم؟ ما گفتیم که بیایم این اپ کامپوننت رو بشکنیم دیگه، اومدیم هم شکوندیم، حرفمون هم درست بود، اما هنوز یه جای کار میلنگه. ما هنوز اینجا یک عالمه چیز داریم پروواید میکنیم. به فرضم بگیم پروژه انقدر بزرگه که همه اینا باید تو سطح اپلیکیشن پروواید بشن و نمیشه که مثلا کاریشون کنیم یا ببریم تو سطح پایین‌تر. چیکار کنیم؟ خب به ذهن اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه که این بیاد، خب یه سری کامپوننت های کوچیک تعریف کنیم، بعد اون کامپوننت ها رو به هم دیگه ربط بدیم و اونجوری بسازیمش. ولی خب تا قبل از این دگر اجازه این کارو نمیداد. شما نمیتونستید اینجا نتورک کامپوننت، اینجا نمیتونست دو تا دیپندنسی داشته باشه، مثلا لیست کامپوننت داشته باشه. دو تا دیپندنسی میتونست داشته باشه، دومین نمیتونست اسکوپ داشته باشه، در صورتی که من اینجا اسکوپ دارم. چرا؟ چون خود این به اپ کامپوننت نیاز داره. یعنی یه جورایی نمیتونستم مثلا این کارو بکنم. از این روشی از اون روش جلومو میگرفت. خلاصه با این فیچر جدید اومدن دستو باز گذاشتن، گفتن که آقا شما میتونید نامحدود
کامپوننتاتون دیپندنسی داشته باشن. بریم ببینیم، چون توضیح زیادی بدم ممکنه اذیت کنه. برنچ 12 آخرین برنچ بیلدش هم بکنیم، همین نتورک ماژور رو ببینیم، نتورک کامپوننت رو ببینیم. خب شانس بعد من یه دونه داریم اینجا، اپ کامپوننت اوکی، اینم نیست. کدوم بود؟ لیست کامپوننت، نه اینم نیست، آخرین دیگه کامپوننت، امیدوارم این درست. خب هیچ کدوم الان. خب من حالا بریم اینو، من خودم همین الان دستی اضافهش میکنم، هیچ مشکلی نداره. نسبت کامپوننت من الان اینجا میتونم روی دوتا کامپوننت دیپندنت بشم و وابستگی ایجاد کنم. و اگه بریم توی کجای مین اکتیویتی، بریم اگه توی مین اکتیویتی رو نگاه بکنیم، میبینیم که یه دونه کامپوننت دیگه هم اینجا از همون میخواد، دیگه دگره رو نمیده. حالا این چه فایده داره؟ بریم ببینیم پیاده سازیش علنا چه جوری میشه. اول اینو پاکش کنم، نترکه جای دیگه. بریم ببینیم اپ کامپوننتمون چه جوری شد. اپ کامپوننتمون اگه یادتون باشه یک عالمه چیزو داشت پروواید میکرد، ولی اینجا دیگه هیچو پروواید نمیکنه و من شکستمش به 4 تا کامپوننت دیگه که حالا یه ذره زیاده روی کردم، ولی از قصد شکوندم که بتونیم این چیز رو با هم مقایسه کنیم، این تفاوت ها رو با هم مقایسه کنیم. یه کامپوننت درست کردم به نام کانتکست کامپوننت. تنها چیزی که داره اینه که میاد اپلیکیشن پروواید میکنه، کلاس اپلیکیشن رو پروواید میکنه، مخصوصا کانتکست پروواید نمیکنه، چون ممکنه لایه های پایین تر مثلا اکتیویتی من بخواد کانتکست رو اونجا برای خودش پروواید کنه. من اگه اینجا پروواید کرده باشم بدون کوالیفایر برای اونها دردسر درست میکنم، پس اپلیکیشن رو پروواید کردم. کانتکست کامپوننت. خب حالا اینجا اومدیم یه دونه دیتا به شیرد پرفرنسز کامپوننت، یعنی شیرد پرفرنسز کامپوننت میاد فقط شیرد پرفرنسز رو پروواید میکنه و ایجاد میکنه. خب تا اینجا عجیب غریب نبوده درسته؟ یعنی کامپوننت من میگه که شیرد پرفرنسز کانتکست میخواد، درسته؟ به جای که بیام اینجا براش بایندز اینستانس بزنم، بهش میگم که شما برو از کامپوننتی که کانتکست رو پروواید میکنه برام بگیر بیار. چی رو؟ اپلیکیشن. بریم ببینم ماژولم رو. ببینیم من اینجا تو ماژولم اپلیکیشن میخوام، درسته؟ پس یا باید توی شیر پرفرنسز ات باینز اینستنس بزنم اینجا و اپلیکیشن رو بهش بدم که گفتیم نمیخوام این کار رو بکنیم، یا اینکه تو دیپندنسیز هام این رو پروایدش کرده باشم که خب ما اینجا این کار رو انجام دادیم. اینجوری من میتونم کلاس شیر پرفرنسزم رو پروواید بکنم. حالا بریم ببینیم چی جوری میشه در نهایت. دگر اپ، اگر دگر اپ رو ببینید، من اومدم یک عالمه کامپوننت ساختم که حالا اولی کانتکست، دومی شیر پرفرنسز که اینجوری ساخته شد. اگه دقت کنید این به کانتکست کامپوننت نیاز داره و من توی کرییتش، توی فکتوری کرییتش اومدم کانتکست کامپوننت رو پاس دادم، فکتوری ساختم. این خیلی نکته مهمی. باز نتورک کامپوننت رو داریم که خود این نتورک کامپوننت دیپندنسی داره به کانتکست، پس من دوباره باید حالا یا بیلدر یا فکتوریش، خواستم مدل بیلدرش هم نشون بدم، کانتکست کامپوننت رو مجبور بودم بهش پاس بدم. خب بریم ببینیم یه نکته ای رو ببینم. یه اکستنشنی نوشته بودیم دگر کامپوننت اکستنشن، یه اکستنشن نوشته بودیم دگر کامپوننت پرووایدر، اگه یادتون باشه، برای اینکه دگر اپ کامپوننت رو برامون بیاره، درسته؟ خب الان یه دونه کامپوننت نداریم، چجوری همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم؟ چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما میتونیم همه اینا رو اجتماعشون رو بگیریم توی کامپوننتی، اینایی که توی سطح اپلیکیشن ها، نمیگم توی کامپوننت هایی مثلا لیست کامپوننت، فیچر کامپوننته. خب اینایی که الان میخوام اجتماعشون رو بگیرم با هم دیگه، اینا همشون کامپوننت هایی که تو سطح اپلیکیشن هست، مثل نتورک کامپوننت، مثل کانتکست کامپوننت، مثل دیتابیس کامپوننت. خیلی دارم توپ میزنم دیگه، که خب ساده است. اومدم یه بایند اینستنس ساده زدم روی اپ کامپوننت و همه اینا رو پروواید کردم. حالا اگر مثلا کلاس لیست اکتیویتی من
لیست اکتیویتی من دیتابیس کامپوننت بخواد میتونه فایند کامپوننت بکنه، فایند اپ کامپوننت، یعنی اپ کامپوننت رو میگیره روش فانکشن دیتابیس کامپوننت رو کال میکنه. یا اگه نتورک رو بخواد، مثلا میریم کلاس نتورک اکتیویتی، نتورک رو بخواد میاد اپ کامپوننت رو میگیره و فانکشن نتورک کامپوننت رو صدا میزنه. این برای ماژولرایزیشن خیلی میتونه دست رو باز کنه. مثلا من میتونم یه ماژول داشته باشم نتورک، خروجیش میشه یک کامپوننتی به نام نتورک کامپوننت. هر ماژول سطح بالاتری که به نتورک نیاز داره دیگه نیازیست اپلیکیشن دسترسی داشته باشه، کافی فقط نتورک کامپوننت رو ماژول گریدلی نتورک رو ایمپورت کنه و میتونه دسترسی بهش داشته باشه. که البته این فایند اپ کامپوننت یکی از راهاشه، راههای دیگه ای وجود داره. من الان خیلی خلاصه این ساده ترین راهی که به ذهنم میرسید رو توضیح دادم. نمیدونم سوالی بوده یا نبوده، من یه دقیقه نگاه بکنم. تقریبا حرفمون تموم شد، هنوز سوالی برام نفرستید، یعنی فکر کنم خب خداشکر که همه چیز خیلی خوشگل، هیچکی سوالی نداشته، راضیم. کاش میشد ببینیم طرف مقابل، این خیلی قضیه اذیت میکنه. الان منم نمیتونم متاسفانه ببینم. چقدر صحبت کردیم؟ 1.5 ساعت طول کشید. ببخشید خیلی طولانی شد. حالا اگه تا سوالی چیزی میاد من عذرخواهی میکنم. خیلی طولانی شد. اونایی که روزه بودن فکر کنم افطار رو رد کردیم. ساعت 7:10، 7:15 افطار بود. 7:15 افطار بود. من اومدم فکر کنم نیم ساعت تجاوز کردم از این. امیدوارم که اذیتتون نکرده باشه. خب 5 تا سوال هست. ایول سوال یا خدا بتونم جواب بدم. نه قد که نمی کنم دود، حالا چه کاری هستیم دیگه. وقت خوش آمد تازه، وقتی اینترنت هم هست. 6 گیگ اینترنت داشتم فکر کنم الان 3 گیگش رفت. برای دیگه خودت بگو گفتم. یه نکته که خیلی بهم گفتن بگو، من یادم رفت، شرمنده. ساب کامپوننت ها، خلاصه میگم سراغ ساب کامپوننت ها نرید، اذیتتون میکنن. مقاله های خیلی زیادی وجود داره که ساب کامپوننت داشتن استفاده میکردن و ازشون اومدن بیرون. نیازی نیست واقعا. ما پروژمون، همین الان پروژه‌ای که داریم تو شرکت، نزدیک 90 تا ماژول داره و یه دونه ساب کامپوننت هم توش نداره. اگر میخواید ساب کامپوننت استفاده کنید، من چون خودم خیلی کم ازشون استفاده کردم و به کارشون گرفتم، برید خودتون بخونید. یکی از جاهایی که خیلی ساب کامپوننت به کار میومد این دگر اندروید بود. از وقتی هم که گوگل گفت بذاریدش کنار، دیگه اون ساب کامپوننت هم هیچوقت به کار نرفت. منم توصیه میکنم نه دگر اندروید نه ساب کامپوننت استفاده نکنید. ساب کامپوننت رو گفتم، دگر اندروید به خاطر اینکه یکی از چیزایی که جلوتونو میگیره داینامیک فیچر ماژول، نمیتونید بزنید با دگر اندروید. و دگر اندروید خیلی داستانه اذیت کننده ای داشت و خدا رو شکر رفت کنار. خود دگر خیلی بهتره. البته دارن یه پروژه جدید کار میکنن، اگه دوست داشتید حواستون به اون باشه. این از ساب کامپوننت. خب حالا اینم باز پرسیدن بگم دیگه، چون پرسیدید میگم. ساب کامپوننت ها با کامپوننت ها تفاوتی دیگه دارن. ببینید وقتی شما ساب کامپوننت میسازید، به تمام آبجکت های تو اون گراف اون کامپوننت دسترسی دارن. بدی قضیه هم همینه. یعنی من اگه میومدم مثلا نت، یه جا دیگه دارم تایپ میکنم، عباس ببخشید، نتورک کامپوننت، من اینو میومدم اگه ساب کامپوننتش میکردم، کاری نداره ساب کامپوننت کردن ها. تقریبا همه این چیزایی که گفتم برای کامپوننت ها، برای ساب کامپوننت هم صدق میکنه، با این تفاوت که این آبجکت هایی که توی این گراف وجود دارن، آبجکت هایی که توی گرافی که اینو پرووایدش میکنه، مثلا ساب کامپوننت رو بعد یه کامپوننت دیگه پرووید کنه، مثلا کامپوننت اپ کامپوننت، بعد اینو پرووایدش کنه. آبجکت هایی که توی این وجود دارن همشون دیده میشن توسط این ساب کامپوننت ها. این یک بدیشه. دوم اینکه اسکوپ بندیش خیلی سخت داره، اذیت میکنه اسکوپ بندیش. اصلا دگر اندروید اومد دیگه این ساب کامپوننت اسکوپ بندیش راحت کنه، نکنه چه کاریه. و هر چه خواستی تون تون کامپوننت بسازید برید پایین. و نکته دیگه که راجع به ساب کامپوننت، خیلی جاهای محدودیه واقعا میشه ازشون استفاده کرد. همین. نکته دیگه
الان که دیگه نمیدونم گوگل رو خودش بهش آها چیکار کنی بهش باید چیکار کنم. خب هیچی دی آها ببخشید من سوالا رو باید بپرسم. آها دو تای بالا رو که گفتم. آها سوال سوم اینه که دگر اندروید تو که گوگل بیخیال شد خب الان بجاش چیکار کنم؟ بجاش هیچی، خیلی خوشگل تمیز همینجوری که الان اومدیم با هم دیگه نشستیم دوره هم یه دونه دگر پیاده سازی کردیم همینجوری کار کنین. البته گفتم یه چیز جدیدی دارن میدن به نام هیلت، خیلی حواسشون دارن جمع میکنن که بهترش کنن، خیلی دارن کار عجیب غریب توش میکنن، مثلا گریدل داره با استفاده از توانایی گریدل دارن یه سری کارا میکنن، با استفاده از کاتلین کامپایلر دارن یه سری کارا میکنن، خود انوتیشن پروسسور هم داره. این سه تا رو اومدن دارن با هم دیگه قاطی میکنن یه چیزی از توش در بیارن. هنوز نسخه آلفا هم نداده بیرون، ولی خواستید میتونید برید پیاده سازیشو ببینید توی خود ریپوزیتوری دگر، ولی نمیتونید متاسفانه. بیلد گرفتنش هم خیلی سخته، من تلاش کردم بیشتر از یک روز ازم وقت گرفت بیخیالش شدم چون با بیزل. سوال چهارم پرسیدن تفاوت کوین کدئین و دگر چیه، چرا من این سوال جواب بدم؟ همه این ارائه در مورد دگر بود، واقعا توی این ارائه نمی گنجه. خلاصه بخوام بگم کوین و کدئین یه سرویس لوکیتور هم اصلا دیپندنسی اینجکشن نیستم. خلاصه هم بخوایم بگیم یه قانونی وجود داره به نام قانون، اینو میگم هر کی خواستی صحبت کنی میتونی از این به راحتی استفاده کنی. یه قانونی وجود داره به نام قانون هالیوود لا. این هالیوود لا یعنی چی؟ میگه شما با ما تماس نگیرید، شما که میخواید بیت بازیگر شید با ما تماس نگیرید، ما باهاتون تماس میگیریم اگه کارتون خوب باشه، پس شما نیاید سراغ ما، میاد دگر. هم دیپندنسی اینجکشن همینو میگه، میگه شما نگو من اینو میخوام، من خودم بهت میدمش، تو کاری نداشته باش چی جوری بهت میدمش، من بهت میدم. کوین و کد اینم دقیقاً همینطوریه، شما باید بگی من اینو میخوام، ولی دگر میگه تو فقط تعریف کن اینو، من بهت میرسونم هر جوری شده اینو اگه تعریف کرده باشی. این تفاوت اصلیشونه، این قانون هالیوود لا خیلی حاکمه بر این قضیه. که خود گوگل هم اومد گفتش که آقا ما توصیه میکنیم دگر استفاده کنین، یه تاک اپینینتد دارن که میگن از دگر استفاده کنین، برید اونو ببینید، خوبم با هم دیگه مقایسه شون کرده. من خلاصه بیشتر از اینم نمیخوام وقت بذارمش. کاربرد اد بایند تو ماژور که گفتم دیگه، تقریبا 20 دقیقه وقتمون فقط بابت همینا رفت. ببینید دوباره لطفاً، این ویدیو ضبط میشه، امیدوارم که ضبط میشه، ضبطم نشه ضبط میشه، مطمئنم ضبط میشه، ولی چند روز دیگه دوباره بهتاد زحمت میکشه و ویدیوهای کاملش هم میذاره. این یکی نمیشه ازو بپرسم اکسپنسیو ابجکت هایی که گفتشون توضیح بده، گفت چند دلیل هست ولی نگفت چی هست. بجوش آها یه سوال پرسیدن که بجز دو دلیلی که گفتیم میوتبل استیت ها و اکسپنسیو ابجکت ها، اسکوپ نزنیم به غیر از این ابجکت هایی که گفتنشون توضیح بده میشه در مورد دلیلی که اسکوپ، آها گفتن در مورد دلیلی که اسکوپ نزنیم توضیح بدیم. خب من خیلیشو گفتم تست دو، سربار به شدت زیاد میکنه، سه کامپوننت میسازه، اوورهد داره روی کامپایل تایم و ران تایم، حالا همون سربار میشه همون اوورهد، چهار این که اصلا مهمتر از همه اینا برخلاف دی آی قوانین دیپندنسی اینجکشنه، نکنین این کار. من باز گفتم دیگه بیشتر از این اجازه بدین نگم دیگه، دلیلاشو گفتم واقعا تا جایی که یادمه، اگه هم چیز دیگه یادم اومد ببخشید دیگه جا مونده، یعنی ببخشید. میگن بایند اینستنس رو گفتی، بایند رو نگفتی. همین الان من ماژولمو دست نمیزنم، بریم یک ماژول با هم دیگه ببینیم. ببخشید برمیگردم به ماژول، نه دست میزنم ماژولمو دست میزنم، میریم به ماژول شماره 5 یوز بایند اینستد. من اینجا اسما رو اینجا یه کارای عجیب غریبی کردم، دون چک اوت میکنم، اینا رو انتخاب کنیم، همه رو رول بک کنیم، اد بایند. خب من گفتم دیگه میایم اینجا مثلا یه بایندر ماژول میسازیم بدون اینکه دست به چیزی بزنم. من اینجا این همه بایند استفاده کردم دیگه، گفتم یه کلاسی رو که پرووایدش کردیم کستش میکنه به کلاس پرنتش. طریقه استفادهش هم اینه که گفتم باید کلاس ابسترکت باشه، نمیتونیم کنار اینا بذاریم، اینا رو گفتم. بیشتر از این فکر میکنم وقت دیگران رو نگیرم.
من فقط تکراری بزنم. عذرخواهی میکنم خیلی تون صحبت کردم. البته هنوز دارم برام تایپ میکنم. عذرخواهی میکنم خیلی تون صحبت کردم. شرمنده ببخشید. سعی میکردم جاش بدم. من انتظار داشتم 45 دقیقه وقت بگیره. خیلی بیشتر وقت گرفت. منم آبجکت جنسشون استاتیک هم نزدم و داره کار میکنه. داستان چیه؟ به خاطر اینکه شما اومدین پرووایدشون کردید یا سوال اینه که من اومدم ماژول هامو آبجکت تعریف کردم، جی وی ام استاتیک هم نزدم و مثل پسر خوب داره کار میکنه. چرا؟ چون شما اومدید یه نوع آبجکت رو بهش پاس دادید. من گفتم شما همه آبجکتاتون رو، آبجکت های ماژولتون رو باید به کامپوننت ها بدید موقعی ساخته شدن و اگه این کارو بکنید خب دگه پیداش میکنه دیگه، داستان خاصی نداره. یه چیزی با این دگه دوست باشید، برید پیاده سازیاشو ببینید، خیلی ساده است. ببخشید اگه من متوجه نشدم تا اینجا. خب خوبه، برید پیاده سازیاشو ببینید. یه لحظه عذرخواهی میکنم. برید پیاده سازی دگه رو ببینید، ببینید چی کار داره میکنه. وقتی شما یه ات اینجکت میزنید یا ات بایندز میزنید یا ات بایندز اینستنس میزنید، ببینید همین داره چیکار میکنه. خیلی راحته، کنترل بی، کنترل این اسکرول وسط رو فشار بدید، ببینید خودتون با آدم حرف میزنه. آبجکت های اکسپنسیو چیه ربطی به این؟ یکی پرسیده که آبجکت های اکسپنسیو مثالش چیه. با این که توضیح دادم ولی واقعا ربطی به این بحث نداره، باز دوباره مثال میزنم. یه کلاسی مثل کلاس اوکی شی تی پی ماژور، ببخشید، یه کلاسی مثل اوکی شی تی پی کلاینت، اگه برید بیلدش رو ببینید، اگه من بتونم حالا اینو پیداش کنم، نسخه جدیده اوکی شی تی پی این، آها اینید، این یه خط اینیتی که شما دارید اینجا میبینید کلی کار داره میکنه. چندین تا فکتوری میسازه، دو به اینجا میاد به پلتفرمتون دسترسی پیدا میکنه، کار سنگینیه. سه میاد سرتیفیکت پینل میسازه، اون زیر میاد ترد پول درست میکنه، دو تا سه تا ترد پول درست میکنه که با ایناست، با این قسمته، و میاد نتورکتون رو شناسایی میکنه. به این آبجکت اوکیشن تیپی کلاینت میگن آبجکت سنگین، چون این همه کار داره موقعی ساخته شدنش انجام میده. اگه یه ریپوزیتوری دارید که میگم اشتباهه ها، داشتن یه همچین ریپوزیتوری اشتباهه، اگه یه ریپوزیتوری دارید که یک عالمه کار داره میکنه، اون آبجکت سنگینیه. کار منظورم داره میکنه، منظورم فانکشن هاش نیست، منظورم اون اینیتشه، اون کانستراکتورشه که آبجکت سنگینی به حساب میره. توی اندروید اکتیویتی ها آبجکت های سنگینی هن. برای همین هم سعی میکنه مثلا تا جایی که میشه ریکریتشون نکنه. خلاصه بیشتر از این نمیتونم خلاصش کنم. عباس عزیز اگه سوال دیگه نیست ما کم کم دیگه واقعا سفرمونو پهن کنیم، تا سفرمونو جمع نکردم. به وقتی جمع کنیم دو جمعون نکرد. آها یکی دیگه هم اینجا بود. خب زحمت کشیدم بعضی ها برای محکم کاری اومدن به خودم هم پیام دادن. اب نداره. خیلی خوب. خب فکر کنم سوال دیگه نداریم. نمیسه بریم. خب با هم دیگه خداحافظی کنیم. من که شما رو ندیدم ولی خب امیدوارم که شما حداقل به دردتون خورده باشه. خیلی سعی کردم که چیزی جا نمونه ازش، همه مطالب رو بگم، برای همینم طولانی شد. عذرخواهی میکنم، امیدوارم که به کارتون بیاد. اگر کیفیت بد بود، اول سخت بود، اذیت شدید، بازم عذرخواهی میکنم. بهتاد خیلی تلاش کرده برای این قضیه ولی خب خیلی چیزا دخیل بود توش و شاید من خودم بار اولم بودی همچین کاری میکردم. الان 3-4 تا کار عجیب غریبم هم دارم همچنان میکنم، بعدا راجبشون مینویسم. بهتاد نزدنتون. و اینکه افطار دعامون کنید، امیدوارم که موفق باشید، با دگرم حال کنید. خداحافظتون.